کهکشان بزرگ مقامت ایران در روز گذشته در عرصه‌های های مختلف قدرت مقامت رو نشون داد که هر بیننده ای رو تحت تاثیر قرار میده در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای دکتر ابراهیم جدی تا ببینیم که ایشون چه نکات و برداشت‌های از این کهکشان داشتن سلام میکنیم به شما آقای باید. ابراهیم جدی و خیلی خوشحالیم که شما رو در این لحظه همراه خودمون داریم منم سلام عرض می خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون و با تبریک بسیار بزرگ بر تمامی مردم ایران و مردمی که دیروز در خیابان‌های برلن خودشون رو نشون دادن و اثبات کردن که این آلترناتیو در تمام دنیا وجود دارد و صدا شنیده میشه به برخلاف به اصطلاح این رژیم جنایت کار که تمام تلاشی بوده که نشون بده که نکر آلترناتیو وجود نداره و هیچ و هیچ در حالی که دیروز ما دیدیم در سخنرانی های شورشی شرکت کنندگان در برنامه های سخنرانی ها و همینطور اشرف نشان ها که با تمام وجودشون فریاد زدن ایران آلترناتیب دارد و اون آلترناتیب چیزی نیست جز شورای ملی مقاومت و نیروی آن مجاهدین خلق درود بر شما آقای دکتر من هم سلام عرض بکنم خدمت شما و پرسش اولمون این بودش که این کهکشان در چه شرایطی برگزار شد برامون از موقعیت خاصی که کهکشان که 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 در اون برگزار میشه بگید و اینکه نکات برجسته تظاهرات بزرگ دیروز از نظر شما چه بود بله واقعیت اینه که این کهکشان که در شرایطی برگزار شد که من اگر اجازه بدید به صورت محوری به اون اشاره کنم در واقع در شرایطی که ما درش الان هستیم رژیم در پایین ترین وضعیت بسیار سیاسی و وضعیت قرار داره به این ترتیب ما بینیم که از یک طرف رئیسی جلاد قاتل ۶۷ به درک واصل شده و آخوند کامنه ای دنبال در واقع تثبیت رژیم بوده و هست که بتونه جایگاه رئیسی را به هر عنوان پر کنه که هرگز و هرگز نخواهد توانست به این مسئله بب... رسیدگی بکنه و انتخاباتی که در داخل به اصطلاح انتخاباتی که برگزار شد و دیدیم که به طور واقعی تنها 8 درصد از مردم در این انتخاب شرکت کردن که البته نیروهای خود رژیم بود و اونایی که به اجبار مجبور بودن برن شرکت کنن و خیلی هاشون رأی سفید دادن و این وضعیت در داخل کشور به اضافه فعالیت های جدی کانون های شورشی که در تاریخ بی سابقه بوده فقط در از یک ماه تونستن 20 هزار عملیات اجرا بکنن در, در, در تمام شهرهای ایران که 400 تا عملیات اختناق شکم بوده و واقعا من درود میفرستم به تک تک این عزیزان این رزمندگان این شیروژن هایی که در واقع با تمام وجودشون اثبات کردند که در ایران آلترناتیوی وجود دارد و اون اسمش در واقع مجاهدین خلق برخلاف این نیروهای استعماری و خود رژیم که تماما تلاششون این بوده و هست که نشون بدن نخیر مردم ایران همینو میخوان و وضعیت خوب است و فرامی در کنار اینها من باید اشاره کنم به فعالیت های جدی بسرار در خارج کشور بخصوص شما میدونید در حال حاضر نزدیک به 139 رئیس جمهور و وزیر و به های رئیس‌های کمیته‌های پالمان ها در واقع ابلاغی را رسما اعلام کردم که در دنیا بی بوده نزدیک به بیش از 5000 پارلمانتر اینو امضا کردم 79 برنده جایزه نوبل از این طرح ده ماده کارمریام استقبال کردم و تایید کردم به خصوص اینکه در این تایید ها نیروی انگوش گذاشتند به دفاع برحق و مشروع مردم ایران تحت عنوان کانون های شورشی و آن را در واقع به عنوان یک وظیفه و یک واقعیت پذیرفتن و درخواست کردند که در واقع نیروهای دموکرات و سازمان های بلیمالی اینو به رسمیت بشناسند در برابر رژیمی که داره اینطوری مردمش رو سرکوب میکنه تنها راهی وجود دارد در واقع همه کارهایی که آنهای شورشی انجام میدن و نشون میدن که مردم ایران پشتوانه ای داره مقاومتی داره و علارغم تمامی فشارهایی که در داخل روشون وجود دارد از بگیر به و اعدام ها و همه اینها اما واقعیت اینه که در واقع کوتاه نیامده و نه اومد تا روزی که این آلترناتیو خودش رو در مردم ایران نشون بده و اثبات بکنه که مردم ایران از طرح 10 خواهر مریم دفاع میکنن و اون رو سر در واقع چیزی میدونن برای آینده ایران میخوام بگیم که امسال این سخنرانی ها و این بحث ها و این تظاهرات در چنین شرایطی برگزار شد که تمام شرایط داخلی و شرایط بین کاملا فراهم در ناگفته پیداست که این شرایط به خودی خود ایجاد نشده در واقع خون و زحمت و رنج و شکنج کانونهای شورشی در داخل و در واقع فعالیت های جدی اشرف ها در خارج خودش رو تونش اثبات کنه شما نگاه کنید دیروز از صبح اول طلوع آفتاب این اشرف تمام تماما در خیابان ها بودن. فریاد زدن تا آخر شب تا بتونن در واقع نشون بدن که آلترناتیوی وجود دارد و اون آلترناتیو همان شورای ملی مقاومت و با نیروی محوری مجاهدین خلق و رهبری خوهر مریم و بردر مسعود رجبی است آقای دکتر شما فکر می‌کنید همین تصاویری هم که چند لحظه پیش داشتیم مشاهده می‌کردیم و خلق این صحنه ها در واقع کهکشانی که برگزار شد و هنوز هم ادامه داره برای مخاطب داخل کشور برای مردمی که در داخل کشور هستند چه پیامی میتونه داشته باشه نظر شما ببینید ما همیشه گفتیم و خواهیم گفت که به اصطلاح وضعیت ایران رو کی تعیین میکنه خود ما خود ما ایرانی ما همیشه از خارجی هم خواستیم که دخالت در کار ما نکنن یعنی مانع ایجاد نکنن برای اینکه ما مجاهدین ما شورای ملی محمد، ما کانون شورشی بتونیم در واقع این رژیم رو سرنگون بکنیم ولی وقتی که در خارج چنین حمایت هایی میشه از عملیات های کانون های شورشی در داخل و اون رو به عنوان یک بیانیه اعلام میکنن که باید سازمان های و در واقع کشورها اون رو رسمیت به رسمیت بشترسه و اون رو مشروع بدونن در واقع انگار کانهای های یک پشتوانه خارج از ایران پیدا میکنه طبیعی که وقتی چنین پشتوانه حقوقی داشته باشیم پشتوانه سیاسی داشته باشیم قطعا و بدون برو برگرد مردم ایران و کانونهای شورشی در رأسشون بهتر میتونن کارشون انجام بدن چون چیزی که در دنیای واقعی وجود دارد ولی آخوندا مطلقا مطلقا اون رو نفی میکنن و قبول ندارن و این چیزی که من فکر میکنم که با حمایت های بینالی که ما در خارج کسب کردیم تمام کارهای کانونهای شورشی و جنبش و حرکت و در واقع چه میگن شعله های آتشی که در روزهای آینده انشاءالله در کشور اون زبانه خواهد کشید غیر از اینکه در داخل مردم از اشتفا میکنند در خارج هم حامیانی داره که خودشون میخوان که برای سرنگون ساختن این رژیم این کار را انجام بگیره و این به نظر من دستاورد بسیار بزرگی است در دنیای امروز که ما درش هستیم خیلی ممنون از شما و از توضیحاتی که دادید که اشاره داشتید به اینکه به حال وقتی که این حمایت در کشورهای جهان و به طور خاص توی صحنه برلین و همشون از طرف حامین برلمانی شاهد بودیم دست بازتری و پشتوانه بیشتری میده برای کسانی که در داخل کشور کانهای شورشی میخوان فعالیت کنند. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. من متشکرم که این فرصت رو به من دادید که در حضورتون باشم و صحبتام رو اه تکمیل کنم در رابطه با کانوای شورشی و اشرف نشانهایی که واقعا دیروز گل کاشتن خواهش میکنم، نگهدار